تصنیه فصل دهم. ده فرمان بار دیگر نوشته می شود. در آن هنگام خداوند به من فرمود دو لوح سنگی دیگر مانند لوح های قبلی بتراش و یک صندوق چوبی برای نگهداری آنها بساز و لوح ها را همراه خود نزد من به کوه بیاور. من روی آن لوح ها همان فرامینی را که روی لوح های اولی بود و تو آنها را شکستی دوباره خواهم نوشت. آنگاه آنها را در صندوق بگذار. بنابراین من یک صندوق از چوب عقاقیا ساخته دو لوح سنگی مانند لوح های اول تراشیدم و لوح ها را برداشته از کوه بالا رفتم. خدا دوباره ده فرمان را روی آنها نوشت و آنها را به من داد. آنها همان فرامینی بودند که وقتی همگی شما در پایین کوه جمع شده بودید از درون آتش روی کوه به شما داده بود. آنگاه از کوه پایین آمدم و طبق فرمان خداوند لوح‌ها را در صندوقی که ساخته بودم گذاشتم. آن لوح‌ها تا امروز هم در آنجا قرار دارند. سپس قوم اسرائیل از بعیرود و بنی یعقان به موسیره کوچ کردند. در آنجا هارون درگذشت و مدفون گردید و پسرش الازار به جای او به خدمت کاهنی پرداخت. آنگاه به جدجده و از آنجا به یوتبات که نهرهای فراوانی داشت سفر کردند. در آنجا بود که خداوند قبیله لاوی را برای حمل صندوقی که در آن ده فرمان خداوند قرار داشت انتخاب نمود تا در حضور او بیستند و او را خدمت کنند و به نام او برکت دهند، به طوری که تا امروز هم این کار را انجام می دهد. به همین دلیل است که برای قبیله لاوی مثل قبایل دیگر سهمی از سرزمین موعود در نظر گرفته نشده است، زیرا که همچنان که خداوند به ایشان فرمود او خود میراث ایشان است. چنانکه قبلا هم گفتم، برای دومین بار 40 شبانه روز را در حضور خداوند در بالای کوه ماندم و خداوند بار دیگر التماسهای مرا اجابت فرمود و از نابود کردن شما صرف نظر نمود. او به من فرمود برخیز و بنی اسرائیل را به سرزمینی که به پدرانشان وعده دادم هدایت کن تا به آنجا داخل شده آن را تصاحب کنند. انتظار خدا از قوم اسرائیل. اکنون ای قوم اسرائیل، خداوند از شما چه می خواهد؟ جز این که به سخنان او به دقت گوش کنید و برای خیر و آسایش خود فرامینی را که امروز به شما می دهد اطاعت کنید و او را دوست داشته به تمامی دل و جان او را پرستش کنید. زمین و آسمان از آن خداوند خدای شماست. با وجود این، او آنقدر به پدرانتان علاقمند بود و به حدی ایشان را دوست می داشت که شما را که فرزندان آنها هستید انتخاب نمود تا بالاتر از هر ملت دیگری باشید، همچنان که امروز آشکار است. بنابراین دست از سرکشی بردارید و با تمام دل مطیع خداوند باشید. خداوند خدایتان خدای خدایان و رب الارباب است. او خدایی بزرگ و تواناست، خدای مهیبی که از هیچ کس جانبداری نمی کند و رشوه نمی گیرد. به داد بیوه زنان و یتیمان می رسد، غریبان را دوست می دارد و به آنها غذا و لباس می دهد. شما هم باید غریبان را دوست بدارید، زیرا خودتان هم در سرزمین مصر غریب بوده اید. باید از خداوند خدایتان بترسید و او را پرستش کنید و از او جدا نشوید و فقط به نام او سوگند یاد کنید. او فخر شما و خدای شماست، خدایی که معجزات عظیمی برای شما انجام داد و خود شاهد آنها بوده اید. وقتی که اجداد شما به مصر رفتند فقط 70 نفر بودند، ولی اکنون خداوند خدایتان شما را به اندازه ستارگان آسمان افزایش داده است.